اینم مغزش. باور کنید خیلی داغه، اما به امتحانش میارزه. دوست گلم اگه میخوای کوکی سیب زمینی مغزدار خوشمزه رو یاد بگیری، تا آخر ویدیو همراه من باش تا یه کوکو سیب زمینی جدید یاد بگیری. خودشه. امروز میخواییم با این چند تا مواد گیاهی به غیر از این هاتداگای 70% یه کوکوی سیب زمینی مغزدار درست کنیم. قطعا همه تون کوکو سیب زمینی رو بلدید درست بکنید، اما بیایید امروز به سبک من درست بکنید یه کوکو سیب زمینی مغزدار. اونم چه مغزی، حتما باید ببینیش. خیلی خب، پوست کندنم تموم شد، حالا میرم موادم رو بشورم. خب من سبزیجاتم رو که شامل سیب زمینی، پیاز، گوجه و بادمجون، نکته مهمش هم اینجاست، اینا رو هم پوست کندم و شستم. مرحله بعدی میریم برای رنده کردنشون. پخت امروز ما دو مرحله داره. مرحله اولش درست کردن مواد اصلی کوکوه و مرحله دومش درست کردن موادی که قرار به عنوان مغز وسط کوکومون بریزی. خب همونطور که دیدید ما پیاز، سیب زمینی و بادمجون رو پوست کردیم و رنده کردیم. یه تفاوتی بین رنده ها وجود داشت. پیاز و سیب زمینی رو رنده ریز رنده کنید و بادمجون رو رنده درشت. نیازی هم نیست که تفکیک کنی سوا سوا این کار انجام بدید. من همه رو با هم رنده کردم و آبشون رو دیدید کامل گرفتم. حالا موقع اضافه کردن ادویه های دلخواهتون هستش. اگه دوست داشتید از ادویه هایی که من استفاده میکنم استفاده کنید. قرار کوکو سیب زمینی خاص بخوریم. بیا جلو. نصف قاشق چای خوری بهش زردچوبه میزنم. نصف قاشق چای خوری پودر زنجبیل. فلفل قرمز هم یک سوم قاشق چای خوری. پودر سیر نصف قاشق چای خوری. یه قاشق چای خوری اوست بخوام غذا خوری هم بهش سس کچاپ، من تندش استفاده کردم. دو قاشق غذا خوری هم پودر سوخاری.
دو تا هم تخم مرغ. من تخم مرغ هم اول یکیشو میشکنم یکیشو نگه میدارم فعلا، اینا رو مخلوط میکنم. اگر احساس کردم که همون یه تخم مرغ کافیشه با همون یه تخم مرغ میپزمش. اگر دیدم نه موادم انسجام نداره بعد اون اضافه میکنم. توصیه میکنم شما هم تخم مرغاتون حالا اگه تعدادتون زیادتر بود یهو نشکنید داخلش، دونه دونه بشکنید و اینجوری میتونید بالانس کنید میزان انسجام کوکوتون رو. حالا میریم برای هم زدن. اینا رو باید حسابی با هم دیگه مخلوطشون کنید، حسابی ها با دست خیلی بهتره، اما من دیگه میخوام جلوی دوربین با دست چیزی رو ورز ندم. برای مواد میانی یه پیاز رو بردارید، این دفعه رنده درشت، حالا یه هات داگ هم بردارید. حالا شما دیگه هر درصدی که دوست داشتید رو میتونید استفاده بکنید. حالا پیاز و هات داگ رو با هم دیگه یه تفت کوچیک بهشون میدید. نصف چای خوری فلفل قرمز، نمک هر چقدر دلتون خواست، یه پینچم بهش ارگانو بزنید یا همون پونه کوهی، یه مقدارم بهش سس کچاپ بزنید. از این پنیر موزارلای ورقه‌ای هم دو تا یا سه تا بهش اضافه کنید. خب مواد میانی آماده شد. هات داگ و پیاز رنده کردیم، یه تفت کوچیک بهش دادیم، یه مقدار فلفل قرمز و نمک بهش اضافه کردیم و یه مقدار اورگانو یا همون پونه کوهی، در آخر هم پنیر ورقه‌ای موزارلا بهش اضافه کردیم. به طعم بی‌نظیری بهتون میده. حالا اینا میذارمش کنار تا کاملا سرد بشه. من این کتلتم مایه‌شو دو قسمت میکنم، میخوام انزه تابم یه تیکه درش بیارم. شما میتونید که کوچیک کوچیک درش بیارید، قشنگ کف تابتون حسابی چرب کنید و بعد این مواد رو اضافه کنید بهش. مغزمون رو میریزیم روی همین و پهنش میکنیم روی سطح کوکومون. خب ما موادی که قراره به عنوان مغز بریزیم وسطش رو هم روی لایه اول کوکومون پهن کردیم. حالا لایه دوم هم میریزیم روش، شعلهش رو کم میکنیم و اجازه میدیم کاملا سرخ شه و وقتی که یه طرفش سرخ شد برش میگردیم برای طرف بعدش. حالا دوباره این لبه ها رو قشنگ فشار بدید که یه جورایی به همدیگه کاملا کیپ بشن. حالا چنگ ها اینجوری تکونش بدید که روغن کاملا زیرش یه سطح به همه جاش برسه. من میخوام این کوکو رو برگردم، طبیعتا با کفگیری یا با قاشق نمیشه، میخوام بشقاب بزنم روش رو برش کردم، اما چون سطح بشقاب من خشکه و سطح کوکوم خشکه یه مقدار با روغن چربش میکنم که وقتی کوکو رو برگردوندم راحت ازش لیز بخوره و داخل تابه برگرده. دوباره یه مقدار روغن به کف تابه اضافه کنید برای ادامه سرخ شدن. همین راحتی منتقلش کنید. خب اینم نتیجه کار امروز ما. یک کوکوی سیب زمینی مغزدار خدمت نگاه مهربون شما. باور کن از طعم این کوکوی سیب زمینی که یه مغز خیلی خوشمزه هم براش درست کردیم سیر نمیشی. بهت قول میدم اگه امتحانش کنی حتما مشتری میشی. نوش جونتون.